به نام خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با ما همراه هستین و با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. دوستان خدمتتون عرض کنم که در حالی که کاسبان تحریم بعد از 8 سال هنوز امیدوار رسیدن گلابی های برجام هستن، قطار ترانزیتی روسیه هند با جابجایی 8 میلیون تن کالا از مرز سرخس وارد کشور شد. میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن اظهار کرد مبدأ حرکت قطار ترانزیتی کانتینری ایستگاه چخوف در استان مسکو و مقصدش هم بندر نواشیوای هند خواهد بود. طول مسیر حرکت نیز در ایران از مرز سرخس به سمت بندر شهید رجایی در نظر گرفته شده است. به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن، طبق تفاهم‌های صورت گرفته که با سفر رئیس جمهور ایران به کشور روسیه منعقد شده، حرکت این قطار صورت گرفته و برای اولین بار در تاریخ از مبدأ روسیه قطار روسی حرکت خود را آغاز کرده و ایران در این بخش به عنوان کریدور محسوب شده که 1600 کیلومتر است و تمام طول این مسیر بیش از 5000 کیلومتر ریل هست. این قطار از روسیه به ترکمنستان و سپس به مرز سرخس آمده است. با راه اندازی این خط مسیر ریلی علاوه بر حوزه ترانزیت و درآمدهای ارزی اون به لحاظ اقتصادی و سیاسی هم بسیار با اهمیت است. دوستان این دستاورد تاریخی رو قبل از دیپلماسی فعال رئیسی که خیلی هم مهم هست، مدیون مجاهدت‌های حاج قاسم در ایفای جایگاه امنیت و اقتدار کشور هستیم. نخستین قطار ترانزیتی روسیه با فرمان معاون اول رئیس جمهور امروز از ایستگاه راه آهن سرخس راهی بندر عباس شد. این قطار با 39 کانتینر 20 فوتی ششم تیر ماه ایستگاه چخوف روسیه رو به مقصد هند ترک کرده و با عبور از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان به ایران رسید و اکنون در مسیر کریدور شمال به جنوب به سمت بندر عباس در حال حرکت تا با کشتی به بندر نواشوای هندوستان منتقل میشه. مسیر ادامه خواهد داشت چون این مسیر مسیر بسیار سهل الوصولی است برای رسیدن کالاهای روسیه به کشورهایی مثل هند، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زمان اجرای در واقع ارسال کالا، هر دوش موضوعاتی است که در دستور کار هست و قطعا در واقع کشورها به دنبال منافع بیشتری هستند و ما امروز به دنبال در واقع فعال کردن این کریدور هستیم. شاید ما قطار روسیه به در واقع بندر شهید رجایی نداشتیم، این اولین باری است در واقع در اتفاق میفته. ان شاء الله حتما این با اقداماتی که انجام شده ان شاء الله تداوم خواهد داشت. اقدام کنید. تهران و مسکو چندی قبل برای حمل سالانه 10 میلیون تن کالای ترانزیتی روسیه از خاک ایران توافق کردند. توافقی که بر اساس آن روز گذشته نیز 300 کانتینر صادراتی روسیه توسط کشتیرانی ایران حمل شد. به گفته یک کارشناسان عبور هر تن کالای ترانزیتی روسیه از خاک ایران معادل یک بشکه نفت درآمد ارزی به دنبال خواهد داشت. اما در حالی که ایران داره با اقتدار به جلو میتازه، یه عده هم دارن بر طبل روسیاهی و بدبختی خودشون با شدت مینوازن. یکی از این جماعت که معرف حضور همتون هم هست این خانومه، یعنی وطن فروشی و خیانت و حقارت همه با هم اگر یه چهره بود میشد این. بعد جالبه که هر چقدر هم بیشتر زایه میشه و بیشتر کارا و نقشه های کثیفش رو میشه، بیشتر دست و پا میزنه و خودش رو غرق میکنه. بابا شما برو یه مدت آدم باش، شاید خوشت اومد به خدا. در همین راستا این ویدیو رو ببینید دوستان، وقتی که مسیح علی نژاد ادعا میکنه اعضای کمپین های مختلفش مردم عادی هستن، اما تو برنامه های این چنینی لو میره که این به ظاهر مهمونه داوطلب و مردمی حتی نمیتونن نوشته های دیکته شده پولی نژاد رو اونم از رو بخونن. با مسیح شروع میکنم. انتظار داشتی که اینقدر شدید واکنش نشون بدن امروز؟ بعد میشه من بگم از ایران شروع بکنیم؟ نه چرا که نه، حتما. من برای اینکه من صدای شما رو دوست دارم از ایران بشنوم. از شما میپرسم همین سوال، انتظارشو داشتید که اینقدر بگیرن؟ آخ کاش میشنیدم. بله، این حاکمیت انقدر در ترس و هراس است از مادران دادخواه و خودش را در خطر میبیند. رژیم با این کارش بدتر زنان سرزمین را آگاه‌تر میکنند که این عمل به سرانجام خواهد رسید و این دومار این حاکمیت را منحوس را در هم خواهیم پیچید.
مسیح واقعیتش اینه که ببخشید بفرمایید. من از شجاعت مادران دادخواه این را آموختم. ببین من الان وقتی که نگاه میکنم از دل ایران یک نفر میاد اینقدر شجاعانه بدون حجابش تو برنامه نشسته که مطمئنم به او هم گفتن که با مسیح انجاد نباید بشینی، برای اینکه اصلا ارسال ویدیو به مسیح انجاد جرمه، با ایران اینترنشنال نباید بشینی جرمه. خانم بابایی، بله، بیش از 40 سال است که این حاکمیت حقوق ما رو که حقوق انسانی ما توسط همین حاکمیت اسلامی ضد زن و زن ستیز سلب شده. هر انسانی یک حقوق داره که این حاکمیت ضد زن زنان را یک انسان کامل نمیداند. آره جون خودت، مردم عادی یا مواجب بگیرانی که حتی نمیتوانند نوشته های دیکته شده رو از رو بخونن. حالا و در همین راسته دعوت میکنم این ویدیو رو تماشا کنین، بعدش بیاین که در موردش حرف ها دارم. یک کمپین حجاب بی حجاب برای مسیح علی نژاد، یه عکس میتونم با ایشال ازتون میگیرم؟ برای مسیح علی نژاده حجاب بی حجاب، همه حجاب ها رو بردید، باید با ایشال ازت میگرد. چرا؟ خیلی وقتی نیست یه لفت خانم آب ببخشید، این کمپین حجاب بی حجاب مسیح علی نژاده، میشه دقیقه روز کردتون رو در بیرم عزیز، یه لفتی یه عکس بخواد، خیلی طول نمیکشه. فقط امیدوارم مسیح سکته نکنه بعد دیدن این ویدیو، هرچند که اصلا مهم نیست. عزیزان نکته اینه که واقعیت جامعه ما دقیقا همین دوربین مخفی هست، نه اون دلقک های جوگیر که ویدیو واسه پولی نژاد میفرستن. دوستان در مورد موضوع حجاب و قوانینش قول میدم یه برنامه مفصل براتون بسازم که واسه همه روشن بشه این چرت و پرتایی که این جماعت برانداز و سلطنت طلب و باقیشون میگن اصلا درست نیست و یه سری قوانین خیلی روشن و شفاف در مورد حجاب وجود داره. حالا تو همون برنامه راجبش صحبت میکنیم. حالا بریم سراغ صحبت‌های محکم رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت که خیلی قاطع در مورد یه سری چیزا هشدار دادن و صحبت کردن. دوستان من فقط مهمترین صحبت‌های آقای رئیسی رو براتون می‌خونم. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت که ایران تمام تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد و از هیچ تحرکی غافل نیست. آمریکایی‌ها گفتند ایران باید به برجام برگردد، در حالی که جمهوری اسلامی هرگز از برجام خارج نشده و این آمریکا بوده که نقض پیمان کرده است. جمهوری اسلامی از مواضع به حق خود عقب نشینی نمی‌کند و به آمریکایی‌ها توصیه می‌کنم که به جای تکرار تجربه شکست خورده فشار حداکثری به ملت ایران، واقعیت‌ها را ببینند و از گذشته درس عبرت بگیرند. آمریکایی‌ها باید در طول 43 سال اخیر متوجه شده باشند که نمی‌شود با زبان زور با ملت ایران سخن گفت. این عجیب است که آنها باز هم می‌خواهند با همان ادبیاتی سخن بگویند که حتماً نتیجه‌ای برای آنها نخواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با 5+1 و 4+1 همواره کاملاً عقلانی عمل کرده و خواسته‌های منطقی خود را مطرح کرده است. ایران تمام تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد و از هیچ تحرکی غافل نیست. اگر کوچکترین حرکتی علیه تمامیت ارضی ایران انجام شود با عکس العمل قاطع ما مواجه خواهد شد. بله عزیزان، ایران و ایرانی خط قرمز هم است، از کوچکترین شخص جامعه تا بزرگترین و قدرتمندترینش. حالا دوستان نیام که خیلی وقته یه سری به اسرائیل نزدیم، نظرتون چیه؟ یه نگاهی بهش بندازیم. یه خلاصه بهتون بگم از رسوایی‌های ادامه‌دار ارتش رژیم صهیونیستی.
عرض کنم که یدیوت آهارونوت در گزارش از انحلال یکی از واحدهای مهندسی ارتش این رژیم به دلیل سوء رفتار شدید با سربازان و ضرب و شتم و اهانت به اونا خبر داد. نیوز اسرائیل هم نوشته که یکی از نظامیان زن اسرائیلی که شکایت‌هایش نسبت به تجاوز افراد موافق به او به جایی نرسیده بود با اسلحه فرمانده خود دست به خودکشی زد. عرض کنم که ارتش رژیم صهیونیستی معمولاً اجازه انتشار فوری این دست اخبار و اخبار مربوط به رسوایی‌های خودش رو نمیده و تمام تلاشش رو واسه سرپوش گذاشتن به این رسوایی‌ها به کار میگیره، اما خب همونطور که میبینین اطلاعات به شدت درز میکنه. بگذاریم. اما در مقابل فرمانده نیروی زمینی ارتش کشور خبر از تشکیل 5 گروه پهپادی جدید در نیروی زمینی کشور میده. فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت از چندی پیش پیشرفته ترین پهپادها در خدمت نزاجا هستند و پهپاد کروز و پهپاد هیدر نزاجا به رخ جهانیان کشیده شد و جهان با دیدن قدرت پهپادی ارتش انگشت به دهان ماند. ما پیشنهاد ایجاد 5 گروه پهپاد را به سلسله مراتب فرماندهی دادیم و برای این کار نیز درخواست نیروی جدید نکرده و با همان ظرفیت‌های پیشین به دنبال ایجاد 5 یگانه جدید پهپادی در سطح نزاجا هستیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و این ویدیو رو واسه دوستاتونم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.